سرخط خبرها و مهمترین ها، اوباما، ترامپ و بایدن وارثان جنگ شکست خوردی افغانستان با امضای توافقنامه دوحه با طالبان. طالبان دو تن را به اتهام آتش زدن دکانهای مردم در بلخ کشتند. امریکا و انگلیس می خواهند پای روسیه را به درگیری در افغانستان بکشانند و همچنان در پایان طالبان وارد خاک پاکستان شدند. مشروع خبرها. یک روزنامه امریکایی نوشته است که امضای توافق با طالبان به حد کوتاه‌فکرانه بود که وزیر خارجه وقت نیز آن را امضا نکرد و مسئولیت آن را به دوش فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان انداخت. به نقل از آمو هیل در یک دلیل تازه نوشته است که اوباما، ترامپ و بایدن رئیس جمهوران ایالات متحده وارثان جنگ های شکست خورده ایالات متحده در افغانستان و عراق بودند و نتوانستند که روایت ایجاد دموکراسی جورج دبلیو بوش را در این دو کشور به سرانجام برسانند. در این تحلیل آمده است که اقدامهای دولت دونالد ترامپ برای امضای توافق با طالبان این شکست را در افغانستان شدت بخشید. بر بنیاد این تحلیل در این توافقنامه مشخص شده بود که ایالات متحده در جریان 14 ماه از افغانستان بیرون می شود و طالبان امنیت را تامین می کند. همچنین در بخش دیگر توافقنامه ایالات متحده با طالبان آمده است که طالبان و دولت افغانستان درباره شرایط آینده در کشور مذاکره خواهند کرد. اما این تحلیل گفته است که امضای توافق با طالبان به حد کوتاه‌فکرانه بود که مایک پامپیو وزیر خارجه وقت نیز آن را امضا نکرد و مسئولیت آن را به زلمه خلیزاد واگذار کرد. این در حالی است که پس از یورش پسین داعش خراسان در مسکو هشدار از تهدیدهای جهانی این گروه افزایش یافته است. طالبان دو تن را به اتهام آتش زدن دکانهای مردم در بلخ کشتند. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه دو تن را به اتهام آتش زدن دکانهای مردم در ولایت بلخ کشته است. وزارت امور داخلی طالبان روز دوشنبه گفته است که 5 تن در قریه امروخ ولسوالی زاره ولایت بلخ میخواستند دکانهای مردم را آتش بزنند که نیروهای این گروه بر آن عملیات انجام دادند. در خبرنامه آمده است که این افراد در حین محاصره در صحاب به سمت طالبان تیراندازی کردند که در نتیجه دو تنشان کشته و 3 تن دیگرشان به اسارت گرفته شدند. با این حال طالبان در مورد هویت افراد کشته شده چیزی نگفته است. این در حالی است که فرماندهی امنیت طالبان در کابل امروز گفت که دو تن را به اتهام آدمربایی در شهر کابل کشته است. امریکا و انگلیس می خواهند پای روسیه را به درگیری در افغانستان بکشانند. کارشناس علوم سیاسی: امریکا و انگلیس مایلند فدراسیون روسیه را به درگیری مسلحانه در افغانستان بکشانند. دانشمند علوم سیاسی آرژانتینی دانیل کریسفیلد می گوید اصرار مقامات امریکایی و بریتانیایی بر دخالت گروه تروریستی داعش در حمله تروریستی در تالار شهر کروگوز در نزدیکی مسکو برای این است که آنها مایلند روسیه را وارد یک درگیری مسلحانه در افغانستان کنند. آصف آشنا: صدها جنگجوی طالبان وارد پاکستان شدند تا از تی تی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان در نبرد با ارتش پاکستان حمایت کند. تفکر تان روانه و تروریستی نه مرز جغرافیایی میشناسد نه تقسیم بندی قوم و زبان. اگر با این پدیده ایشو محاسبه درست انجام نشود هیچ کس و کشوری در امان نخواهد ماند، به ویژه کشورهای امید تروریسم و تفکر طالبانی. حالا فرق نمیکند ایران، روسیه و چین باشد یا امریکا و دیگر متحدانش. آتش تروریسم پروری دامان حامیان را گرفتنی است. دیر و زود دارد اما اجتناب نه. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. 6 تن به شمول 5 شهروند چین در حمله متربم در پاکستان کشته شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که در پی حمله متربم در ایالت خیبر پختونخوا این کشور 6 تن به شمول 5 شهروند چین کشته شده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی این حمله پس از چاشت روز 3 شنبه در مربوطات شهر شنگلا انجام شده است. بر اساس این گزارش مهاجمان موتر پر از مواد منفجره خود را با موتر انجینیران چینی برخورد دادند. در پی این رویداد راننده موتر شهروندان چینی زخمی شده است. به گفته پلیس پاکستان انجینیران چینی از اسلام آباد به سوی کمپ داسو در حرکت بودند. این نخستین مورد از عملات بدبای چین در پاکستان نیست. در 13 اگست سال گذشته نیز افراد مسلح بر کاروان از انجینیران چینی در بندر گوادر در بلوچستان پاکستان حمله کرده بودند. تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه: نتانیاهو سفر هیئت اسرائیلی را به واشنگتن لغو کرد. به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس در غزه و رأی ممتنع امریکا به آن، بنیامین نتانیاهو سفر برنامه‌ریزی شده هیئت اسرائیلی به واشنگتن را لغو کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه
25 مارچ قطعنامه را تصویب کرد که در آن خواستار تجبس فوری برای ماه رمضان، آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگانها و نیاز فوری به گسترش جریان کمک‌ها به غزه شده است. بر بنیاد گزارش واشنگتن تایمز، تنش میان اسرائیل و ایالات متحده به طور چشمگیر افزایش یافته است. نخست وزیر اسرائیل امریکا را به عقب نشینی از آنچه که برگفته او یک موضوع اصولی بود متهم کرد. موضوع اصولی به باور وی پیشنهاد هر گونه قطعنامه و تجبس مشروط به آزادی گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس است. قرار بود هیئت اسرائیلی برنامه ارتش این کشور را برای خارج کردن غیر نظامیان پیش از حمله زمینی بر رفح با امریکا در میان بگذارند. این در حالی است که واشنگتن پیش از این چندین قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار تجبس فوری بودند اوتو کرده بود. پوتین: حمله بر شهر کروکوس را اسلامگرایان فرویتی انجام دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله بر تالار کنسرت در حومه مسکو را به اسلامگرایان فرویتی نسبت داده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری ریانوستی، پوتین این اظهارات را روز دوشنبه در نشست با مقامهای دولتی آن کشور مطرح کرده است. با گفته او این کشتار را افرادگرایان انجام دادند که جهان اسلام برای قرن‌هاست با ایدئولوژی آنان مبارزه می‌کنند. هر چند گروه داعش مسئولیت حمله بر تالار کنسرت را بر عهده گرفته است، اما ولادیمیر پوتین اشاره به نام این گروه نکرده است. وی تصریح کرده است: می‌دانیم که این جنایت توسط اسلامگرایان افراطی انجام شد، اما همچنان می‌بینیم که ایالات متحده در تلاش است همه را متقاعد کند که هیچ ردپایی از کیف در این حمله وجود ندارد. با این حال کیف و واشنگتن ادعای ولادیمیر پوتین را رد کرده از حمله بر تالار کنسرت در شهر کروکوس دست کم 140 کشته بر جای گذاشت. پیام‌های دلسردکننده رهبر طالبان: یکی از نکات آزاردهنده در سخنان ملا حبت‌الله این است که وی به صورت عجیب استنباط از متون دینی را در انحصار خود و علمای مقرب درگاهش می‌داند و خود را نماینده خدا در روی زمین می‌شمارد. ملا حبت‌الله در جای از پیام مورد بحث خطاب به کشورهای غربی می‌گوید: من از الله برای نجات انسانیت نمایندگی میکنم، تو از شیطان. معلوم از هرگاه چنین نهله فکری خوشمغز که دنیا را سیاه و سفید میبیند و از قرائت‌های متفاوت از دین در طول تاریخ آگاهی ندارد و فهم خود از دین را یگانه فهم صحیح قابل قبول از متون دینی به حساب می آورد، قرار باشد شریعت و دین خدا را تطبیق کند، چه فجایعی به بار خواهد آورد. چنین افراد تصور می کنند بدین خدمت می کنند، حالانکه بزرگترین صدمه را بدین وارد می کنند. جهان بینی آنها به وصیت یک دهکده است. از بیان لحن عصبانی و خشمگین ملا عبدالله اخندزاده در مورد حقوق زنان پیداست که او از تاکید زیاد کشورها و نهادهای غربی بر تامین حقوق زنان در افغانستان ناراحت است و اکنون می خواهد با آنها بفهماند که طالبان در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نمی آیند. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همیتان باشد.